درود خدمت شما خانم عسکری گرامی، سپاسگزارم از دعوتتون به این نشست. بحث گفتگوی ما امروز این است، اونجوری که برنامه‌ریزی کردیم، که دیدگاه افراد را در رابطه با انتخابات یا انتصابات نظام جمهوری اسلامی به حال بررسی بکنیم یا ابراز بداریم، چرا که در ماه‌های آینده دوباره انتخاباتی پیش رو هست، انتخابات ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی. عرض کنم که واقعا مایه تأسف هست که در این شرایطی که جهان پیرامونی با یک بیماری جهانگیر درگیر هست و دولت‌ها، حکومت‌ها، کشورها، بنیادهای خدمتگزار در تلاشند که برای این بیماری غلبه پیدا بکنند و جان شهروندان خودشون را نجات بدن و تا جایی که امکان داره از آسیب پذیری های اقتصادی جلوگیری بکنن، لااقل لطمه کمتری به این کشورها وارد به سیستم های اقتصادی اونها وارد بشه، در رقابت های تکنولوژی و آینده نگری حداقل از سایر کشورها و رقابت هایی که وجود داره حداقل عقب نمونن. ولی در این شرایط متاسفانه ما باید هنوزم در این شرایط حساس باید بگیم که نظام جمهوری اسلامی یک نظام دموکراتیک هست یا نیست، یا اینکه در این نظام به طور کلی انتخاباتی وجود داره یا نداره. اینجا را هم اضافه بکنم که متاسفانه همین جریان کرونا به نفع جمهوری اسلامی هم تموم شد، به خاطر اینکه دیدگاه جهانی دیگه وقت اونا نداره، کشورهای مترقی و روابط بین الملل این وقت رو ندارن که بیشتر بر نظام جمهوری فشار بیارن یا او را در محور سیاست گذاری و روابط بین الملل قرار بدن. اجازه فرمایید که ما وقتی صحبت از انتخابات میکنیم، انتخابات یک واژه مدرن هست، دستاورد عصر مدرنیته است، دستاورد زمانی هست که رفرماسیون در دین، در دیدگاه، در مذهب، رفرماسیون در ساختار قدرت سیاسی و بسیار در هومانیسم و بسیار مسائل دیگه، سکولاریسم، اینها زیر پدیده یا زیر مجموعه از این دیدگاه ها و راسیونالیسم یا لیبرالیسم هست که در واقع میشه گفت که در پایان دوران قرون وسطا هست که قدرت کلیسا و قدرت مذهب و دین از جامعه به حاشیه رانده میشه و قدرت مردم و انتخاب مردم در مرکز قدرت سیاسی به صورت عمودی و افقی وجود داره. این انتخابات بعد از جنگ‌های طولانی در اروپا، در جنگ‌های عقیدتی، مذهبی و بسیار مسائل دیگر، عصر روشنگری، تعریف جهان بینی، جهان و هستی از نگاه علم تجربی و تبدیل شدن ارزش‌های زمینی به جایگزینی ارزش‌های آسمانی، ساختارهای حکومتی، سیاسی، روابط اجتماعی آسمانی و متافیزیک به اصطلاح به زیر کشیده میشن و همه رو زمینی میکنند، ارزش‌های زمینی بر ارزش‌های آسمانی و متافیزیک غلبه پیدا میکنند. ببینید در چنین شرایطی که ما میگیم که انتخابات معنی مفهوم پیدا میکنه در دیدگاه لیبرالیست، در توحیه‌های دموکراسی و در قوانین اساسی کشورهای مترقی و پیشرفته امروزی جایگزین هست، اونجا ما میتونیم از انتخابات صحبت بکنیم. حقوق شهروندی و حقوق به اصطلاح انتخابات یکی از حقوقهای اولیه بشری و انسانی هست که از زمان تولد با اون متولد میشه و این حقوق اساسی و که در زبان آلمانی ما بهش میگیم Grundrecht، یعنی حقوق اولیه، بستر حقوق اولیه انسانی هست، کسی اجازه نداره به اون خدشه‌ای وارد بکنه یا به اون تجاوزی داشته باشه یا بخواد در مورد چگونگی انتخاب به اصطلاح دستبردی داشته باشه یا دخالتی داشته باشه. این هستش که در کشورهای مترقی این حقوق در قانون اساسی جایگزین است. اگر شما توجه بفرمایید در متون سیاسی آلمان ما بخوایم نگاه بکنیم، شاید بگم که در واژه‌نامه‌های سیاسی آلمانی بیش از 200 صفحه فقط در مورد انتخابات هست
این انتخابات چی هست، چه قوانینی داره، چه محدودیت، محدودیت که نداره، و در چه کسانی میتونن انتخاب بشن خارج از نژاد، خارج از به اصطلاح رنگ پوست، خارج از باورمندی دینی، خارج از هر چیزی، عقیده و جهان بینی دیگه. این حقوق اولیه انسان هست. به هر حال من میخوام اینو بگم که وقتی ما از انتخابات صحبت میکنیم، از یه دورانی ما صحبت میکنیم، از یه دورانی مراحل تاریخی ماتریالیسم دیالکتیکی یا همون راسیونالیسم و لیبرالیسم صحبت میکنیم، که این دوران دین سالاری و آخوند سالاری و کلیسا سالاری رو پشت سر گذاشته و حکومت های دیکتاتوری در هر شکل اون، چه سلطنتی مطلق باشه در قرون وسطا، چه دینی باشه، رو همه رو پشت سر گذاشته، همه رو از کرسی به اصطلاح قدرت پایین آورده و مردم در قدرت و در کرسی سیاست ورزی و قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نشستن. آیا براستی در جامعه ایران، در نظام جمهوری اسلامی چنین چیزی وجود داره؟ من دیدگاه من رو بخواهید، و منم به عنوان یک شهروند ایرانی، البته از همون سال 57 من معتقد به رأی در نظام جمهوری اسلامی نبودم و به هیچ عنوان در هیچ کدوم از رأی و رأیگیری نظام از همون آره یا نه یا همون 12 فروردین شرکت نکردم و در شناسنامه من هیچ موری از انتخابات زده نشد و به میخاطر فاقد شناسنامه بودم. وقتی که به خارج از کشور اومدم فقط یک برگی شناسایی داشتم که به هر شکل ممکن اون رو تهیه کرده بودم. بنابراین دیدگاه شخصی بنده این است که من دوباره تاکید میکنم که در نظام جمهوری اسلامی انتخابات وجود نداره، نداشته، نخواهد داشت. و پیام ما البته به عنوان یک شهروند به هموطنانمون این هست که بعد از 40 سال دوباره ما باید دریافت کرده باشیم که در نظام جمهوری اسلامی انتخاباتی وجود نداره و فقط انتصابات هست. خانم عسکری گرامی، این انتخابات 1400 آینده نظام جمهوری اسلامی که در فکر کنم در خرداد ما داره شکل میگیره، یک جوری همخونی با 1400 سال قبل که نظام جمهوری اسلامی هم به طور کلی اسلام پیدا شد، یه همخوانی دارن. اما این 1400 از نظر بردار متماتیک و ریاضی بخوایم حساب بکنیم، این 1400 سال میره به طرف مثبت، یعنی اگر صفر رو مبدا قرار بدیم 1400 میره به طرف مثبت، یعنی که انتخابات آینده است، و 1100 به طرف منفی میره، بردار منفی میره. و در دقیقاً شما اگر بخوایم ملاحظه بفرمایید، انتخاباتی که در خرداد 1400 آینده برای ریاست جمهوری در نظام جمهوری برقرار میشه، دقیقاً مانند شبیه همون انتخابات 1400 سال پیش در نظام جمهوری اسلامی، در نظام اسلامی خلیفه‌گری اسلام هست که متولد یافت. شما توجه بفرمایید بعد از اینکه محمد مرد، جانشینی اون رو چیکار کردن؟ اومدن 3 تا دیدگاه رو بررسی کردن. یکی گفتن که بله، دیدگاه ما این به اصطلاح خلیفه و جایگزین ما باید سنتی باشه، یعنی سنت باشه، در خانواده قریش باشه، باشه، ولی به صورت انتخابی در همین خانواده قریش باشه. یه عده دیگه گفتن نه، این ما پیروان به اصطلاح شیعه هستیم، پیرو علی هستیم و باید اونا باشن. دیگری بود به عنوان خوارج. اینا افرادی بودن مثل شما و من که ما معتقد به انتخابات موروثی یا سنتی بر اساس دین و مذهب نبودیم. گفتیم که آقا، گفتن این گروه خوارج که در انتخابات آینده جانشین محمد یا خلیفه باید از تمام اقشار جامعه باشه، سیاه و سفید نداره، رنگ و پوست نباید به اصطلاح در اینجا نقشی رو بازی بکنه، و میتونه که خارج از خانواده قریش باشه، یک آفریقایی هم میتونه باشه. دقیقا امروز نظام جمهوری اسلامی است، یعنی امروز به اصطلاح نظام ولایت فقیه و دستگاه ولایت فقیه اون دستگاه سنتی هست که میگه این انتخابات فقط باید در حوزه دستگاه ولایت فقیه صورت بگیره و جاهای دیگه رو اجازه نده، حتی اصلاح طلبان رو نمیذارن. در بین خود همین ولایت فقیه که آقای خامنه‌ای در رسون هست، حتی در بین خودشون هم اختلافاتی وجود داره.
بحث اصلاح طلبان هم بحث سنتی هست که در 1400 سال پیش بوده که میگه بله ما به نظام از قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد داریم، ما معتقدیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی پاسخگوی نیازمندی های جامعه دیروز و امروز فردای جامعه ایران هستش، ولی این باید به اصطلاح هم بین خودمون اسلامی ها بمونه، بین اصلاح طلبان و به اصطلاح بنیادگرایان ولایت فقیه، ولی بین خودمون باید انتخابی باشه. اونا که قبول نمی کنن بنیادگرایان، خوارجی ها که به اصطلاح ماها باشه میگه آقا این انتخابات اولا که میگه قانون اساسی کلی شما مغایر با هر دموکراسی است، مغایر با هر نوع حقوق بشر هست، مغایر در تضاد با هر حقوق فردی و شهروندی هست، در تضاد با تمام ارزش های آسمانی و زمینی و غیر زمینی و متافیزیک و بنیادگرایی است، در تضاد با سیستم های اقتصادی فرهنگی اجتماعی است. اینو که ما از اول میگیم، اما در همین شرایط، در همین ستا به صلاح در همین سوگرو ما میگیم آقا خوارج، ما خوارج هستیم، ما میگیم که آقا انتخابات باید خارج از همه این گروه هایی که شما در رأس بودی در 40 سال آزاد باشه برای همه ایرانیان، از هر گروه طبقه، از هر نژاد و پوست و با هر جهان بینی و از هر قوم و قبیله. اما واقعیت اینه که خانم عسکری در نظام جمهوری اسلامی عملا در قانون اساسی بسیاری از شهروندان ما رو از نظر آمار ریاضی هم و آماری هم بخواید توجه بفرمایید، سنی ها رو اصلا کنار گذاشته، یعنی مردمان کرد و مردمان بلوچ که حدوداً 15-20 میلیون جمعیت ایران هستن، اینا اجازه انتخابات، انتخاب شدن و انتخاب کردن را به اون شکل هم ندارن. نصفی از جمعیت ایران یعنی زنان ایران از این حقوق برخوردار نیستند. بهایی ها این اجازه را ندارند، یهودی ها ندارند، کمونیست ها ندارند، سوسیالیست ها ندارند و سکولار ها ندارند. بنابراین کجا ما میتونیم از چنین در چنین نظامی از دموکراسی، از حقوق بشر، از حقوق شهروندی و سایر حقوق دیگه ما صحبت بکنیم؟ کدوم ساختار سیاسی رو این نظام جمهوری اسلامی برابر با نظام‌های بین‌المللی و موازین علمی امروز داره؟ نظام اقتصادی اون، نظام فرهنگی اون، کدوم سیاست‌گذاری اون؟ سیاست‌گذاری درونی، سیاست‌گذاری بیرونی؟ بعد از 40 سال این مملکت رو به ورطه نابودی برده است. در واقع دیگه مملکتی وجود نداره. یک چهار دیواری است که در اونجا 80 میلیون پدیده فقط دارن متحرکن، از این حقوقی برخوردار نیستند. بنابراین بحث من این هست که دیدگاه من که نظام جمهوری اسلامی و مشکلاتی که در کشور ما هست یک مشکلات صرفاً سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست خارجی و درونی نیست، بلکه یک مشکلات اساسی ریشه‌ای ساختاری است. تا زمانی که این ساختار از بین نره، ساختار نظام دینی، ما نمیتونیم از هیچ حقوقی صحبت بکنیم، از انتخاباتی صحبت بکنیم. فرض را بر این میذاریم که بگن انتخابات آزاد است. فرض رو بر این بذاریم که در قانون اساسی اینا از مردم صحبت کردن، چند جا اسم مردم رو آوردن، اسم ملت که نه، امت اسلامی رو که آوردن، اما در هر جایی که اسم مردم آوردن دوباره چندین صد دیگر رو قانونی در قانون اساسی اینا گذاشتن که جلوی مردم رو گرفته. مستمع مصلحت نظام رو ببینید، شورای نگهبان رو ببینید، مجلس خبرگان را ببینید. اصولا هر انتخاباتی که در نظام جمهوری اسلامی شکل بگیره، انتخابات به اصطلاح مجلس و انتخابات ریاست جمهوری که به قول خودشون مستقیم و دیرکت دموکراسی از طرف مردم انتخاب میشه، خود شورای نگهبان و خبرگان و مصلحت نظام میگه اینها زمانی اعتبار داره و مشروعیت قانونی داره که شورای نگهبان اون رو تایید بکنه.
کسی دیگه اینو خانم عسکری پنهان نیست بر هیچ ایرانی که میدونه که هر انتخابی، هر انتخاب شبندهی، هر انتخاب کنندهی زگار مذرد میخوام، حتی باید شورای نگهبان اون رو تایید بکنه. یعنی خود انتخاب کنندگان هم باید انتخاب بشن. کیا هستن این انتخاب شونده شدگان یا انتخاب کنندگان؟ بنابراین در یک نظام دموکراتیک انتخابات هست، دولت حتی سرمایه گذاری میکنه و این حکومت به اصطلاح پارلمان ها و احزاب سیاسی و حزبای سیاسی اینا سرمایه گذاری میکنه، تشریح میکنه که اینا رقابت داشته باشن، با هم رقابت دارن. آیا در نظام جمهوری اسلامی اصلا رقابتی وجود داره؟ وجود نداره. در هر حال بحث اینجا در این زمینه طولانی هست، اما خانم عسکری بحث امروز ما این هستش که در ایران یک انقلابی باید صورت بگیره. بحث این نیست که یک گروه یا تعدادی از هموطنان ما در خارج از کشور این گروه یا اون دسته رو تشکیل بدن، اینا مفید هست، اما اون چیزی که برای ما لازم هست برای دگرگون ساختن این ساختار یک نظام، یک جنبش از پایین هست، اون یک انقلاب هست. انقلاب حتما نباید مسلحانه و خشونت‌آمیز باشه. انقلاب میتونه از پایین یک همبستگی ملی باشه که در انتخابات فرمایشی نظام جمهوری اسلامی شرکت نکنند. ما به یک همبستگی ملی از تمام اقوام ایرانی، از تمام شهروندان ایرانی احتیاج هست، نیاز هست. این مردم باید میدونن، باید بدونن که هر فقر و فساد و بدبختی و بیچارگی و درموندگی و بیماری های روحی و روانی و اینا وجود داره در اثر وجود این نظام هست. این نظام را ما با رأی دادن خودمون به اونا مشروعیت میدیم که همچنان این سیستم را، این نظام را، این شیوه را ادامه بده. بنابراین تنها راهش اینه که ما لااقل بدجلادان خودمون و کسانی که ما را در یک زندان نگه داشتن رأی مشروعیت ندیم. این دیگه خانم عسکری زیاد دیگه شعور اجتماعی و سیاسی نمیخواد. لازم نیست کتابهای سیاسی و جامعه شناسی رو ورق بذاریم تا بگیم که آقا این نظام به درد نمیخوره. 40 سال وقت داشت که اگر کاری در کوله بار داره، اگر شایستگی داره، در این 40 سال وقت داشت که پیاده بکنه. امروز میگم برای نجات کشور به یک رضاشاه کبیری احتیاج هست. ببینی یعنی خودشون تایید کردن، تایید میکنن که جامعه ایران به مانند دوران قاجار هست که بی سر سامانی، فقر، بیچارگی، بیماری این جامعه را فرا گرفته بود و جامعه به طور کلی از نظر ارزش‌های اجتماعی داشت زشت می‌شد به طور کلی. و الان یک رضاشاه رو می‌خوان، اون رضاشاه که یک پاسدار هست. ببینید مگه خاتمی یک پاسدار نبود؟ مگه احمدی نژاد نبود؟ مگه حسن روحانی یک پاسدار نبود؟ مگه اینا چه کاره بودن؟ مگه اینا تحصیلات آکادمی که به اصطلاح خارج از دینی داشتن؟ حالا که دیگه به اصطلاح قوز بالا قوز هم کردن که دیگه مستقیم یک حکومت نظامی رو گذاشته نظر. 40 سال که این حکومت نظامی وجود داشته، یک مافیای اقتصادی، یک مافیای نظامی، و الان دیگه چیکار دارن میکنن؟ بدون رودرواسی میگن به اصطلاح برای موندن در این قدرت فقط همچنان ادامه خشونت، ترور و کشتار هست. در پایان سپاسگزارم از شما خانم عسکری. امیدوارم که هموطنان ما در اینجا یکم به اصطلاح با خودشون یک جنبش و یک کم غیرت و ناسیونالیسم ایرانی رو بار دیگر یکم به اصطلاح نگاه بکنند و این حق طبیعی اینا هست به طور مسلحانه که اینا نمیخوان کاری انجام بدن، خشونت آمیز هم نیست، بلکه بر اساس قوانین بین المللی، بر اساس قوانین اولیه انسانی، این حق طبیعی این مردم هست که بگن آقا ما دیگه انتخاب نمی کنیم شما رو. من امیدوارم که هموطنان ما در ایران و در خارج از کشور به این نتیجه رسیده باشن
و با هم به یک همبستگی ملی برای نجات کشورمان به اصطلاح یک دست به دست هم بدیم و یک همبستگی ملی رو در اینجا به حرکت در بیاوریم. سپاسگزارم از شما. متشکرم.